سوال دومی، برادر ما باز هم به نام حسیب الله از کابل پرسیده اند که استاده نوشیدن، یعنی آب نوشیدن چه حکم دارد؟ قبل از این که پاسخ داده باشم، برادران گرامی و ارجمن، تعلیق ها و نوشته ها در پایان صفحه پرسش و پاسخ ما همیشه به من می رسد. برادران ما دیدگاه های عجیب دارند. گهی می گویند که سوال دراز شد، پرسش پاسخش دراز شد. گهی می گویند که خیر شما که چنین گفتید، در فلان مورد چی می گویید؟ یعنی حاصل همه این است. درخواست برخی مخاطبان ما است که پاسخ کوتاه بوده باشد، حوصله ندارند و برخی ها می خواهند که ابعاد قضیه روشن گردد تا آرامش در دل آید. مگر تخصص افتا از خود اصول دارد؟ اصول تخصص افتا بله همین است که جواب پاسخ همیش کوتاه بوده باشد. یک، عفواً قید همیشه معذرت می خواهم، یعنی قانونشان امیست که پاسخ کوتاه بوده باشد، مگر در برخی موارد دیگر قانون و اصول افتا امیست اگر مسئله پیچیده بود، مایه اختلاف ملت ها قرار گرفته بود، امت را به محرم و نامحرم تقسیم کرده بود، به جنجال و حسادت رفته بود، در آنجا اندک تفصیل در کار است تا قضیه درست حل گردد. اما نسل امروزی ما که همیشه دنبال مناقشه اند، یک اصل دیگر هم است. تا هنگامی که مناقشه، یعنی اعتراضات پاسخ داده نشود، یک مسئله کامل به جای خود نمیرسد. و در این حال در تخصص افتا ما داریم به نام تنقیح ابعاد قضیه، صورتهای قضیه که در صورت استفتا میاد، یک صورت، دو صورت، سه صورت، هر صورت را باید جدا جدا حکم بیان شود و این تنقیح را باید مستفتی میداد. مگر با تاسف میاییم بر سر اصل موضوع. ما در نشستای هوسانه و عروسی و ولیمه و غیره ساعتها گوش کردنی هر چیز حوصله داریم، مگر با تاسف گوش کردن پاسخ پرسش ما را حوصله نداریم. بر صورت حکم نوشیدن، حکم نوشیدن آب استاده چه حکم دارد؟ در خدمتتان عرض می کنم که حکم نوشیدن آب صورتها دارد. در صورتی که جای نشستن نبوده باشد، یک، در صورت مشکلاتی که انسان کمردرد است نشستن هم میتواند، دو، یا به معاذیر دیگر استاده نوشیدن هیچ اشکالی ندارد، یک. دوم، در صورتهای عادی آیا آب زمزم است یا غیر زمزم؟ اگر بر سر شیردان و نعل آب زمزم هستند، آنجا فقهای امت اسلامی گفتند که پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم آن را استاده نوشیده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را استاده نوشیده است، پس ظاهرا باید ما استاده بنوشیم. اما انگامی که غیر زمزم بوده باشد نشسته بنوشیم. آنچه که در اذهان مردم است همین است. شما که جواب و پاسخ کوتاه می طلبید، همین کوتاه، زمزم بود استاده، اگر نبود نشسته شما آب را بنوشید. تا این دم پاسخ کسانی که سطح علمی ندارند اما نسبتاً بسا علما با من تماس می گیرند، علما و مدرسین که ما استفاده می کنیم، جزای خیر نصیبتان باد، از این رو حق آنها هم ضایع نشود. اصلا از رسول صلی الله علیه و سلم یک حدیث است که لا یشربن احد منکم قائما، هیچ یک از شمایان استاده آب ننوشد، یک. دوم، پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم در چای زمزم استاده نوشیده است.
سوم سیدنا امیرنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نیز استاده نوشیدن که آنها شریعت نسبت به ما خوبتر می دانستن. از این رو میان قول پیامبران و میان فعلش تعارض ظاهری آمد که به قولش عمل کنیم یا به فعلش. متخصصان حدیث در این راستا گفتند که حدیث هر دو جانب درست است، یک ضعیف ندارد، دو پس راه حل و منهج محدثین جمع از جمع به این معنا قول و ارشاد پیامبر جنبه اولویت را بیان کرده است و آنجا که نشسته نوشیده شده بیان جواز است و این معناست استاده نوشیدن مکروه تنزیهی است. کدام گپ بزرگ و کلان تخلف مایی دوزخ رفتنم نیست. استاده نوشیدن خلاف اولا و مکروه تنزیهی است. برخی محدثان گفتند که نه، در جایی که آب زمزم را نوشیدن استاده جای نشستن نداشتن، آنجا از این خاطر استاده نوشیدن. برخی فقها ها میگوین نه، آب باقی مانده از حضور که در ظرف باشد و یا هم آب زمزم را استاده نوشیده شود، باقی همه آبها در حال نشسته روی هم رفته، حکم نوشیدن آب در حال استادگی مکروه تنزیهی است. معرفت حکم نیازمندی ماست ملت ها را، خدای نکرده از دین نکشین به سخنان کوتاه و خرد و کوچک. خب به هر صورت اتباع سنت سنت است، یعنی ما سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم را ارزشمند بی اندیشیم، اما با چاخو جنگ و حسادت نخیر. امیدوار هستم که برادر حسیب الله جان پاسخ خود گرفته باشی و تو وسیله خیر به دیگران شده باشی. با در نظر داشت حکم تکلیفیش من طرفدار احیای سنتم که آب به دست راست نشسته به سه نفس نوشیده شود و در حال استاده مشکلات تیبی هم دارد.